بعد از سالها تجربه و شکست، این برنامه در سازمان موساد تهیه شده و مطمئنم با هوشیاری و دقت شما میتونه به نقطه مطلوب برسه. الان چندین رزمناو آمریکا عازم خلیج فارس شدن که با موفقیت شما عملیات شروع میشه. شروع عملیات در چه تاریخیه؟ عملیات شروع شده با رمز ویرانگر. شروع شده؟ بله. آیا واقعا این نوع عملیات ضربه کاری به رژیم میزنه؟ 100%. قبلنم از این ضربه ها خورده، ولی هنوز همه چیز سر جای خودشه. لطفا مثال بزنید. مثلا بمبای جوان 1981، بهشتی و بقیه همه نابود شدن، آب از آب تکون نخورد. بعدم شعار دادن ایران پر از بهشتی. مردم شعار دادن اما بهشتی انگوش شمارن، ولی آن جب آماده است برای از بین بردن این انگوش شماره. جسارتا مثال بزنید اثر این از بین بردن ها رو. بله، مردمو نمیشه به سادگی عوض کرد، اما با از بین بردن این رهبران مورد علاقه خودمون رو جایگزین اونها میکنیم. نقشه بسیار زیرکانه ایه، اما فکر میکنید مردم رهبران مورد علاقه ما رو میپذیرن؟ رهبرانی با شمایل اونا و تفکر ما. اونایی که مورد نظرن باید وارد عملیات بشن. بهتره که عقد و عروسی یه جا باشه. نوبت فرزانه جونم که شد همین کارو میکنه. ایشالا. ببخشید. خدا ببخشه. الو. سلام مادر. معلوم هست کجایی؟ خواهرم نسرین امروز میرسه تهران. ما میریم فرودگاه. سویچو بده، من میخوام برم ماشینو گل بزنم. کاری نیست، همه هستن، منتظرم، زودتر بیا. خیلی خوب خاله جون، خداحافظ، خداحافظ. احمد جون، میری ماشین گل بزنی، مواظب باش تصادف نکنی. نه ترس مامان، نه ترس. تو دامادی مادر، نمیشه کس دیگه ای بره ها؟ گفتم که دوستمه، میخواد سفارشی درست کنه، باید خودم باشم. خیلی خوب، بدش پس مواظب خودت باش. خداحافظ. به سلامت. ببین، اون خاله هست. Thank you.
سلام فاطمه جون، قربونت بره خاله. سلام خواهر جون. سلام، برات یه ذره شده بود. خب بچه های عزیز، امروز اولین نماز واجب شماست، یعنی به حد تکلیف رسیدین. بعد از نماز جشن تکلیف میگیریم، همه با صف میریم گل فروشی، یه تاج و یه دسته گل بر میداریم و دوباره سوار مینی بوس میشیم. همه فهمیدن؟ بله. میخوانیم اجازه سرود نماز رو بخونیم؟ بخونیم. آره. از اینم بذار، همه رنگ. من میرم گزارش کار بدم. تو کی؟ اگه تا 3 ساعت دیگه برنگشتم شما خونه رو تخلیه کنید. یعنی لازم نیست از دور مراقب باشین؟ اگه لازم بود خودم میگفتم. Thank you.
مشخصات خودتون رو روی این برگ مرقوم بفرمایید. خیلی ممنون. بعدش هم میتونین تشریف ببرین. ببخشید نتونستم بیام عروسی. آخه چی شده؟ احمد بمب گذاری؟ این یک پیامه که با کامپیوتر رمز شده، احتمالاً به بمبگذاری در ارتباطه. سریع خودکارو به محل پیدا شدنش برسونید و اونجا رو تحت نظر بگیرید. باشه، من هماهنگ میکنم. شین الف صاد 151 آیات شین کاف 5 4 2 3 5. یک بار دیگه بخون. شین الف صاد 151 آیات شین کاف شین الف صاد. خیلی خوب، منتظرم. من یه طور فهمیدم که این سین و صاد صفحه و سطره، کاف هم کلمه. درسته، ولی آیات شین یعنی چی؟ شاید آیات قرآن باشه، مثلا سوره شورا یا شمس. اونا با قرآن مانوس نیستن که رمزشون رو با آیات قرآن بنویسن. مطمئنم برای گمراهی ما این کارو کردن. نه نه، این نام کتابه که اسامی رمزو از توی اون درآوردن. نام کتابم هست سیه توکل تو علالله. بذار ما بگیم توکل تو. بسم الله. آیات شیطانی. درسته. پیدا کرد. صفحه 105 سطر 4. صفحه 105 سطر 1 2 3. اینم 4. کلمه دوم HE. کلمه دوم میشه HE. HE. این همه رمز برای یک کلمه؟ کار اطلاعاتی از حرف شروع میشه، بعد کلمه و بعد جمله و گاهی باید انقدر ادامه داد تا کتاب بشه. همین. خب تمام رمزا به فارسی ترجمه شده، براتون بخونم؟ خب بخون دیگه. باشه، میخوام یکم هیجان داشته باشه. تنها نقض دستور و خطای حفاظتی در دو هفته اخیر و بعد. برو آقای حسینی. بله خودم هستم، بفرمایید. ظاهرا قورباغه ها یه نفر رو در نقش دیوانه فرستاده بودن تا اوضاع رو بررسی کنه. فعلا دستگیرش کردیم. عوامل ببرین استتاد خبری، ما میایم. بازم بخونم سید؟ بخون. تنها نقض دستور و خطای حفاظتی در دو هفته اخیر و بعد از انجام مأموریت میدان این بوده که روز دوشنبه همسایه ما مرده بود و مراسم براش گرفته بودند و برای ما ناهار آوردن. ضمن پوزش از نقض دستور آماده برای عملیات بعدی در تاریخ‌های تعیین شده هستیم.
یک بار دیگه این قسمت رو بخون. تنها نقض دستور و خطای حفاظتی در دو هفته اخیر. منظورش اینه که تشکیلاتشون به اینا گفته با همسایه‌ها ارتباط برقرار نکنید و اگرم موردی اتفاق افتاد به ما گزارش بدین. اینا نقض دستور کردن، حالا گزارش دادن. لطفاً تفسیر نکن، بخون. چشم. در دو هفته اخیر و بعد از انجام مأموریت میدان این بوده که روز دوشنبه همسایه ما مرده بود و مراسم براش گرفته بودند و برای ما نهار آوردند. ضمن پوزش از نقض دستور آماده برای عملیات بعدی در تاریخ‌های تعیین شده است. تاریخ‌های تعیین شده یعنی کی؟ چند تا عملیات؟ شاید همین الان. خودشه. چی؟ سرنخ. روز دوشنبه مرگ همسایه. درسته، مرده های روز دوشنبه مشخصه. بریم ستاد خبری، شاید سرنخ دیگه گیر بیاریم. خوش بریم. جلال علیکم. ایشون آقا سید؟ بله، بنده هستم. اسمت چیه؟ حرفت حرف منه، اسمت اسم منه. بچی گفتم، خوشی اومد؟ چند سال شعر میگی؟ شعر و شاعری از بچگی که خونمه. جوون که بودم فروختم، تو کودکی آموختم. تو لوناپارک چی کار داشتی؟ کاری نداشتم که اومدم لوناپارک. لوناپارک بدون من صفا نداره. تو مریضی؟ مریض؟ خیر قربان، همینطور که قیافه بنده معلومه یکی از شعرهای بزرگ قرن آینده هستم. بله. بفرستینش روانپزشکی، اگه تایید کرد اختلال حواس داره بذارید بره. چی پزشکی؟ آخه برای چی؟ مگه من کمه؟ ماشالله عجب کیپیه. اینم شیرینی موفقیت عملیات قبلی و آماده شدن مواد منفجره عملیات بعدی. کجا قرار کار بذاریم؟ فردا با رابطمون اجرای قرار میکنیم. محل عملیاتو که خیلی حساسه اون مشخص میکنم. با هماهنگی اون وارد یه مرکز مهم دولتی میشیم. تو همین اطراف باش، یه سر گوش خیلی خوبه. باشه؟ باشه. هر کی که طی دو هفته گذشته روز دوشنبه فوت شده. فقط اسامی؟ اسم، آدرس، سن و هر چی ازشون دارین. یه لحظه اجازه بدین. جوون بوده؟ میخواد با این کارا یه ارسی با اما کور خود. پدره بیسی تا از این جزه نداشته. بقیهشون هم چار پنج تا بچه دارن. چیزی با اینا نمیرسه. بفرمایین خیلی متشکرم. عوامری شما نمیدونین کدوم یکی از این امواتو براشون مراسم ختم برگزار میکنن؟ نه متاسفانه. خیلی متشکرم. به سلامت. مرحمت. خدا نگهدار. خدا. حالا چه خاکی به سر. بیبرین چرا اون مرده هفتش تا زن داشته؟ اینم زن آخرشه. ببین چه گریه‌ای داره میکنه. بیبرین تو هم وقتی رو بردی آدم دلش میسوزه. بیا بیا باش بابا گریه نبا گریه نبا ما خودم یه مریه بچن برا تو ساکن با Allah
هموار تسلیم رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، با خدا باش. خدا را دان، خدا را خان، به هر کار. خب حالا آدرس مرده های محله های مرفنشین رو زوده کنیم، مثل اینجا و اینجا. شما بهتره میدن سیه؟ اون مناطق برای خونه تیمی مناسبه، محلیت نداره، افراد هم دیگر رو نمیشنسن. نزدیک نماز صبح. چهارده لیست داریم، هر کدوم هفت لیست رو بر میدارین و شروع به کار میکنین. میگم بهتر نیست نیروهای بیشتری رو وارد عمل بکنیم؟ مسئله محرمانه است، فقط خودتون باید بدونید. سید اگه متوجه بشن چی؟ سعی کنین صاحب اعضا رو پیدا کنین و ازش سوال کنین، همسایه های مجردشون رو شناسایی کنین. اگر احیانا منزل رو پیدا کردین هیچ اقدامی نکنین، فقط اطلاع بدین. بیا پایین. نشد بابا، کجا میری؟ جس گرفتنت کو؟ عجب آدمی هستی داماد بی احساس، کشتی منو. بابا حالا کراوات میخوای چه کار؟ داریم تمرین میکنیم، یه بار دیگه برو بشین دامادی بشین. یا ها وایسا ممکنه من فجر بشه. خیلی خوبیه، خلوت به نظر میرسه. آره بدش من. یارو میگفت منفجر میشه. چی؟ نکنه راست راستکی بمب باشه و منفجر شه. بمب؟ صدای ساعت میاد. ساعت؟ آره. نکنه راست راستی بمب باشه. من میگم بندازیمش پایین. اگه منفجر شد شد، اگه نشد میریم ورش میداریم. خیلی خوب. عملیات اصلی خیلی جالب طراحی شده. رژیم سرش به کشف بمب‌گذارا گرمه و ما عملیات اصلی رو آغاز میکنیم. چیه تو فکری؟ حوصله‌ام سر رفته. تا این بمب لعنتی منفجر نشه فکر نمیکنم لیدر عملیات با ما تماس بگیره. عزیزم بگو ببینم اینو کی برات خریده؟ بابا. بابا تا امشب میاد. مامان
نه مامان جون نمیام. آقا رسول شبانه روز پاس داره؟ الان شرایطی ویژه است. برای همین بمب که احمد رو شهید کرد ظاهرا هنوز پیداشون نکردن. شاید بمب دیگه ای میخوان منفجر کنن. حالا شاید پیداشون نکردن، نمیشه که هیچوقت خونه نیاد. الو؟ نه بدش به من. الو بفرمایید. سلام نسرین خانم، شما این؟ سلام. آقا رسول اینجوری مهمونداری میکنی؟ میبخشین شرایط اینجوری شده، آماده باش دادن. میگن یه بمب دیگه منفجر شده. آره ولی تو جنگل بوده و کسی خسارتی نرسیده. میبخشید خواهرتون هست؟ گوشی؟ آقا رسوله. ممنونم. الو سلام، حالت خوبه رسول؟ این بنده خدا رو میبرده بیرون یه خورده هوا بخوره خانم. حوصله ندارم. خدا رو خوش نمیاد، دلش میپوسه تو خونه. طفلکی مثلا اومده بود عروسی که این اتفاق افتاد. زنگ زدم سراغی ازتون بگیرم. آقا بوم بوم آره، میکردن احساس داشته باشین. من برای همین اومدم اینجا. میگفت منفجر میشه، لطفا بهشون بگید آقا. خب بفرمید این نوار رو با یک پیک ویژه بیارن دفتر من تا بررسی بشه. بوم بوم میکردن. اطاعت میشه آقا. از این فیلم چیزی دستگیرمون نمیشه. اتفاقا برعکس، ما حالا میدونیم که با بیش از دو نفر طرفیم. عکس این زن باید بزرگ بشه. گند زدیم، اونم جلو چشم رابطمون. اگه گزارش بده که چی؟ بالاخره یه جایی تو این کهرون منفجر شده یا نه؟ منم همینو میگم. بزودی میرم آمریکا، میرم پیش مایکل جکسون، باهاش میرخصم، میخونم، از شر درس خوندن راحت بشم. باز خیالاتی شدی؟ میبینی با مایکل عکس میگیرم برات میفرستم. دلت خوشا. ببین نزدیک امتحاناته. بی خیال امتحان، آمریکا رو عشق هست. آخه چطوری؟ فعلا محرمانه است، اما یکی بهم قول 100% داده منو با خودش ببره. سلام پدر. با کی کار داری؟ میکنم یکم یواشتر. بلندتر بگو. عرض کردم یکم یواشتر. نواشک گوشم سنگینه. ببین من میخواستم چند تا سؤال راجبه همسایتون ازتون بپرسم. اینجا خونه است نونوایی، من از ویزیتور چیزی نمیخرم. نونوایی چیه؟ من منظورم یه چیز دیگه. صبر کنه. Thank you.
بله. سریع خونه رو تخلیه کنین. چشم، اقدام میشه. برین خونه شماره دو. آره، فوراً. در رابطه با صلح خاورمیانه میشه. بازم که خبر از انفجار بمب نداد. شاید داده، اما قبل از این بوده که ایستگاهش تنظیم بشه. باید منتظر تماس سرگروهمون باشیم. آها، مبارک ایشالله. اقدس خانم چیزی به ما نگفته بود. عجیبه. ببین جوون، این دختره هر پنجش یه هنره. ماشالله، هزار ماشالله. گوش کنی خانم، گوش کنی. من برای خواستگاری نیومدم. من همسایه این طرفی رو میخواستم سوال کنم. البته نباید کسی متوجه بشه. خواهش میکنم. ایوا، به من چه مربوطه؟ اگه من میکنم. فضولم، خاک بر سرم. من بی ادبی نمیخوام بکنم. میخواستم راجع به اون همسایه‌تون سوال بکنم. ببینم اون مجرد. میخواستم ببینم مجرد هستن نیستن، چه جوریه وضعشون. همین، چیز دیگه نمیخوام. من به کار کسی کار ندارم. خیلی ممنون، قربان شما. خداحافظ. خیلی ممنون. خواستگار اومده. عروسیه بیا پایین. بهناز جون، برای دختر اقدس خانم خواستگار اومده. نمیدونی چه داماد پول داریه. فخری خانم بیا پایین. بیا دیگه، بیا. دهن و شکل دندونا رو برام بفرستید. اطاعت. کالیبر اسلحه رو برام تعیین کنین. چشم. چی تو مخشه؟ این همه فاصله چیکار می‌خواد بکنه؟ سلام خانم. سلام، بفرمایید. تحصیل درس میکنم. ممنون. غم آخرتون باشه. میخواستم چند تا سوال راجع به پسرای همسایه‌تون ازتون بپرسم. این پسرای همسایه‌تون؟ پسرای همسایه؟ بله. اینا که پسر نیستن. خواهش می‌کنم آروم باشید. خانم داد نزن. صبح تا شب میپرن تو سر پول هم دیگه. آقا خواهش میکنم داد نزن. برای چی داد نزنم؟ آروم باشید. بعد هستی از کسی دارم. مگه خورده برده دارم؟ چرا ساکت باشم؟ آقا میخوام داد بزنم. راجب چی؟ من فقط راجب پسرای همسایه‌تون. چند تا مرد مجردن که تازه اومدن، حالا گذاشتن رفتن. چند تا مرد مجرد؟ بله مجرد. چی شده؟ خیلی ممنون. بعدم خدمتتون عرض میکنم. وایسا ببینم چرا فرار میکنی؟ چی کار داری؟ الو مرکز؟ الو مرکز؟ خیلی سریع به سید اطلاع بدین. از مرکز به کلیه واحدها. محل قورباغه ها پیدا شد. موقعیت 25. همه جا رو خوب بگردین. به کوچکترین چیز حساس باشین. اثر انگشت روی تلفن و پیانو یادتون نره. مشغول شین. الو مرکز، ما الان در موقعیت 25 هستیم. سیدم به ما وصل شد. هر موردی بود اطلاع بدید. در ضمن قورباغه ها محل رو ترک کردن. ما پیگیر قضیه هستیم. تمام. خسته نباشی. ممنونم سید. گزارش بده. باشه. سریع مشخصات ظاهری، شماره شناسنامه، شماره ماشین و هر چی رو همسایه‌ها میدونن ازشون سوال کن. چشم. بیارتون راه باشه. هر
حرکت کن. برو خیابان میاوران بنگاه حکیمی. اگه به موقع برسیم میتونیم قبل از اینکه متوجه بشن دستگیرش کنیم. برو برو. با مرکز تماس بگیر، وضعیت ما رو اطلاع بده. عزیزی من، منزلی که آب، برق، فاضلاب، تلفن، مکید، گاز، شوفاژ، دونفش سنگنما، خودشم پرده کورکوری داشته باشه، تانکر 2000 لیتری آب داشته باشه، اتاق 24 متری، یه سالن 80 متری، حمام، آشپزخانه، زیرزمین بزرگ، با 1500 متر بنا داشته باشی کمتر نمیدن که. آخی شما بفرمایین 300 میلیون تومنم پوله. آره پوله. پس بریم ببینیمش. بریم ببینیم. بفرمایم. آهای پسر که کو قهوه بیار. مبارک است. بهتر از کجا پس کجا ده؟ از هر کجا که زودتر میتونی برو تا قضیه لو نرفته. دیر به جنبیم یه بمب دیگه منفجر کردم، اونا رو دست کم نگیر. با بیسیم تماس بگیر، بگو ما به 3-4 نفر موتور سوار نیاز داریم. آماده شد؟ این دفعه محل عملیات کجاست؟ آره این رو مخزن پمپ بنزین نیاوران. طبق شناسایی قبلی هر روز ساعت 2 بعد از ظهر مخزن رو پر میکنن. نیم ساعت بعد از پر شدن مخزن پمپ ما منفجر میشه و تا شعاع 200-300 متری همه چیز میره رو هوا. فرمایش. آقا پسر، آقای حکیمی کجاست؟ رفته خونه به مشتری نشون بده. آدرس خونه ای رو که رفتن ببینن میدونی؟ آشپزان کی میاد؟ نمیدونم. چی شده سید؟ باید صبر کنیم. الو، سلام علیکم. جواب روانپزشک چی بوده؟ آها، حدس میزدم. آزادش کنید بره. بر اساس مشخصاتی که همسایه‌ها دادن تصویر بمب‌گذار رو کشیدن. با یک پیک ویژه سریع برسونش به من. متشکرم، خداحافظ. الو، بله، چشم، بله. آقا میبخشیم، باید در رو ببندم. آقا بسر، آدرس منزل آقای حکیمی رو به ما بده. ای، تقلب نکنی آقا. بله. آقای حکیمی، 3 نفر دارن بکوب میان خونه تو. کیا بودن؟ آقا گفتن از دادستانی اوین. اوین؟ برای چی؟ گفتن یه مسئله این مهمی پیش اومده. تو آدرس دادی؟ نه آقا، من آدرس ندادم. اونا همه چیز شما رو داشتن. آدرس، تلفن منزل، همه چیز شما رو میدونستن. وزن، قد. اونا به هم دیگه میگفتن که شما نباید با کسی حرف بزنین. خیلی هم جدی بودن. گفتن یه مسئله این مهمی پیش اومده. با کسی حرف نزنن؟ خیلی وقت راه افتادن. ماشینشون یه بنز بود. آره تمومه. کی بودش؟ زن از سازی ها لو رفته. بیچاره شدم، بدبخت شدم. نالو، گفتم با کسی حرف نزنم. شما برین تو اون اتاق. اگر خواستن منو ببرن با اشاره من شروع کنین گریه زاری. بچه ها گریه کنن، خواهرت قش بکنه. آقای احمدی شما برین تو اون اتاق، مواظب من باشی. باش. وای، صدای زنگ اومد. برین، معطل نکنی. برین. درست. ای وای. سلام عرض میکنم. خوش سلام جان. اجازه هست؟ اگه مزاحمیم همینجا میتونیم خدمتتون برسیم. نه، خدمتم توی اتاق برسین. خواهش میکنم. بفرمایید. خوش آمد. تو بیرون باش.
بهتر شما هم بفرمایید. نخیر شما بفرمایید. بابم یام بی خوش گلدین، منزل خودتونه. بفرمایید اوتور آقا جان. بفرمایید بفرمایید. خواهش میکنم چاچرم. بفرمایید مخلصم. ما از میدونم از کجا آمدین. بفرمایید امرتون چیه؟ این کارت بونگای شماست؟ بله. یادتون هست به کی دادین؟ والله هر کس به مامور مراجعه میکنه یه دونه از این کارت ها میبره. نمیدونم چی برده. افرادی شبیه به اینا به شما مراجعه نکردن؟ خوب دقت کن به نفعت که حقیقت رو بگی. بله. چند تا خونه براشون پیدا کردی؟ والله من خونه براشون پیدا نکردم. دروغ نگو، جرمت سنگینتر میشه. این کار تو خونه یه مش جنایتکار پیدا شده. ببینید قربان به خدا بهشون خونه ندادم. خونهایی که اونا میخواستن تو دستگاه من نبود. ببینم اونا خودشونو به شما کی معرفی کردن؟ اونا چیزه گفتن ما تاجر فرش هستیم. دروغ نگو، اونا یه مش جنایتکارن. اگه ازشون چیزی میدونی به ما بگو. والله تا نمیرم نمیشناسم. ببین میدونم نمیشناسی، فقط آدرس منظورشونو به ما بگو. بابا شروع کنیم؟ یخ بابا یخ. گت لازم نیست بچه ها گریه و زاری کنن، فقط بگو آدرس منزل کجاست. گریه زاره؟ ما مشتری های خودمونو میشناسیم. والا من منزل بهشون ندادم، فقط دفترچه کلیست بونگاها با شماره تلفن و آدرس بود بهشون دادم. باور کنین راست میگم، قسم میخورم راست میگم. ببینم مطمئنی که دروغ نمیگی؟ من به گور پدرم میخندم دروغ بگم. بر پدرشون لعنت، منو نسبت رون کردن. آخه من چه گناهی کردم؟ قربانت کردم. شلوغش نکن از اون دفترچه ها. بازم داری به ما بدی؟ بله قربان دارم. تا شما میوه‌سای بخورین الان خدمت میرسم. بله بونگا بفرمایید. آپارتمان خالی که اصلا نداریم، اجاره نداریم. نداریم نخه. بله الو دو مردم آزار. الو سه نفر تاجر برای گرفتن منزل به شما مراجعه نکردن؟ مطمئنی؟ از کجا معلوم که راست بگم؟ هیچ راه دیگه ای نداریم مگه این که باور کنیم. ادامه بدید. ببینین آقای دادگو، شما متخصص به کارگیری مواد منفجره هستید، باید تمام وقتتون رو به کار ببرین که بهترین نتیجه حاصل بشه. فعلا هم رژیم سرگرم بمبگذاری است و به عملیات ما توجهی نداره. خوشبختانه من یکم نگران هستم خودم. نه نگرانیتون بیموره. بله. من در جریان سری ترین اخبار امنیتی رژیم هستم. همونطور که میدونید ناوای آمریکایی هم وارد خلیج فارس شدن. بله. و الان همه چیز آماده است برای یک اقدام کاری و جدی. حواستون رو خوب جمع کن. نوکر شما سعادت. جناب سعادت، چند روز پیش سه نفر تاجر به شما مراجعه نکردن برای تهیه منزل. من با یکی از دوستانتون تماس گرفتم، شماره تلفن شما رو داد، گفت شما براشون منزل تهیه کردید. آره چطور مگه شما منزل میخواین؟ الو آقا اتصالی کرده، من دوباره به شما زنگ میزنم. چرا قطع کرد؟ گفتن اگه کسی سراغ ما رو گرفت اول به خودمون اطلاع بدین. الو آهای پسر بیا اینجا. چه اوسا؟ بپر برو دم همون خونه ای که 10,000 تومان بهت انعام دادن. بهشون بگو بیان اینجا، کارشون دارم. اینم مایتی نمیرسه. برو صداشون کن. پس بازم انعام ما محفوظ داری؟ آره بازم میگیری. چاکرم اون سماره بگیر. برو عجیبه، نمیتونم امروز این شماره رو بگیرم. خیلی عجیبه. چرا تلفن رو قطع کردی؟ مطمئن شدم خودش، گفتم شاید حرفی بزنم مشکوک بشه. آدرس شو بده. اینم آدرسش. شما شماره گیریتون رو ادامه بدین. اگه تماس حاصل شد اینقدر سرگرمشون کنین تا ما برسیم.
بریم. سه جا یک کاری باید داشتم. چهار نود و سه بیست و هفت. سلام قربان. خسته نباشی، اصلا نترس، هیچ خبری نیست، هیچ به اطرافت هم نگاه نکن، فقط چند تا عکس میخوام برام شناسایی. بله. فقط همین. بله چشم. اینا همون تاجرای فرش نیستن، خوب بله. دقت کن. بله. این یکی خوب نگاه کن. بله. نه تاجر فرش که گفت تاجر فرش. بله. اینو نگاه کن، این نیست. بله. این شجاعت به چه دردم میخوره اگه قرار باشه برم زیر ماشین بفرستم. اگه بخوایم زیاد اینجا توقف کنیم ممکنه به همون مشکوک بشن. تا یه دوری بزنیم تانکر مخزن رو پر میکنه. اون وقت طبق شناسایی میستیم 20 دقیقه تانکر بیاد میریم قرارگاه چک امنیتی میکنیم و برمیگردیم. حرکت کن. از مرکز به کلیه واحدا. شنیدم، اقدام میکنم. تان باش
چرا ایستادید؟ هیچی بابا، بنزین تموم کرد. تسلط بر اعصاب یادت نره استاد تئوری. بگین کسی دنبالشون نیاد، ما میریم دنبالشون ببینیم کجا. باشه، فقط مواظب خودت باش. مسلط باش به کلیه واحدها. بریم، سوژه کاملا تحت نظره. شما هیچ اقدامی نکنید. جناب موشه هارون، خبرهای خوبی از ایران میرسه. سالهاست مسئول امور ایران در موساد هستم. به تجربه برام ثابت شده که نیروهای امنیتی ایران میتونن این قبیل ترها رو به سرعت خونسا کنن. بنابراین مسئله بمب بزرگ از نظر ما کاملا منتفی است. شاید موفق بشن، شاید، اما تمام امید ما به کامبیزه. مسئله بمب بزرگ با دقت خاصی طراحی شده برای انحراف نیروهای امنیتی ایران. من به اون دختره خیلی امیدوارم. سلام. سلام. جواب آزمایش راجع به بزاق دهان صافسی و عکسی که خواسته بودی. خدا نخواست، به خیر گذشت، تو کلا گیر کرده بود. خدا رو شکر. بیا همش اینجا. چی اصلا یه طوری شده؟ چه
نه 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 چیزی نیست. چیزی نیست. سلام بابا جون. بابا چطوری دختر نازم؟ خسته نباشی. متشکرم. دوباره که صورتت زخمی شده. چیزی نیست. دوباره باشه. بمب گذارا چی شده؟ ها؟ هنوز معلوم نیست. نسرین کجاست؟ اون تو اتاقه. بالاخره نگفتی اونا چی شده؟ گفتم معلوم نیست. این کی اومده؟ خودت بپرس. سلام. سلام. آقا رسول صورتتون چی شده؟ ماهی یکی دو بار باید این صورت سیاه و زخمی بشه، وگرنه دانشجو مش زن نمیشه. باشگاه نبودم. چندین شبانه روز تلاش کردیم، آخرش هم بمب‌گذارا فرار کردن. جدی؟ فرار کردن؟ یعنی چی؟ هیچی. روز از نو، روزی از نو. مگه بازم بمب منفجر شده؟ نه، یه ماشین از طبقه دهم یه پارکینگ سقوط کرده و چون پر از بنزین بوده بمب منفجر شده. مردم فکر کردن بمب بوده. ممنونم بابا، دست شما درد نکنه، قربون شما. بیا پیش بابا، بیا اینجا سر تریزه رو زانوی بابا بگیر و بخواب. خب نسرین خانم، نسرین خانم بفرمین. نه متشکرم، صرف شده. چیه؟ مثل اینکه ناراحتی؟ نه نه، فقط یه خورده خستم. با اجازتون بهتره برم یه خورده بخوابم. ببخشید. شام برات بیارم؟ نه اشتها ندارم. چیه کلافه‌ای؟ به مشکل برخوردم، گیج شدم. راستشو بخوای کم آوردم. اگر لافی زنی هم لاف دین زمان، اگر لافی زنی هم لاف دین زمان، همیشه دست در حبل المتین زن، همیشه در حبل المتین زن. بریم آقا. چشم. منو برگردون همون جایی که سوار شدی. حالا مگه نفرموده بریم خیابون 29؟ شما کاری به این کارا نداشته باش، برو. استاد تئوریای اطلاعاتی اون متوجه تعقیب ما شده، ضد تعقیب زد. از کجا من؟ شاید برای چیز دیگه ای پیچیدم. بفرمایید. به چشم، خیلی خوشم اومد. نوکرت هم اینجا تو حتی که هست. دوباره برگشت در خونه؟ برگرد عقب. حرکت کنین آقا.
برو سری جلوش، برو سری جلوش. برو دیگه سب باش سیگه. آقا لطفا برین تو اون کوچه. چشم مراقبشم، نمیذارم برم، نمیذارم. سگه باید طوری رفتار کنی که فکر نکنه قضیه از طرف ما لو رفته. بپیچ جلوش، بپیچ جلوش. بابا جون. سلام بابا جون. بپیچ جلوش. خانه بابا جون. بابا. 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 فکر کردی؟ بشین بچه. فکر کردی فقط خودت باهوشی؟ اگه تعقیبم کنی دیگه اینو نمیبینی. بشین بچه. از این خرابترش نکن. بابا. بابا جون. خفه شو. دیوونه گی نکن زن. همه تون سر و تایی کرباسی. بچه و بزرگ نداری. تو خاله یا اونی. تو هم شوهر تو حالمی. برو منو تعقیب نکن. حرکت باش. کن آقا. حرکت کن. بریشم. بد داده بیداد. ده کور خوندی آبجی. ما زن بچه داره. بهت میگم برو. بابا واسه زن خوب نیست اگه خشن باشه. اگر نه یه گلوله حرومت میکنه. بایستا بایستا سگم. جناب سامری امروز باید بریم شاهکارتون رو ببینیم. چشم خانم. خاله اینو چی کارش کنیم؟ هیچ، بندازش تو یکی از اتاقا و مواظبش باش. به شرطی که ساکت باشی ها. خاله جون نه. خاله تو رو خدا. خاله جون نه. تو رو خدا. ساکت باش. بریم برم. برو اونجا بشین. خاله میکنم. آقا تو رو خدا. گفتم برو اونجا بشین. چیزی نمیشه. از کجا مطمئنی؟ از محبت فامیلت. حالا وقت شوخیه؟ وقت دعوا نیست. باید صبر رو توکل کرد. الو؟ الو؟ الو بابا، بابا. الو فاطمه جان، تو کجایی بابا جان؟ الو، الو فاطمه جان کجایی؟ نترس، آدرس رو میدونی؟ گوش کن، فقط آدرس رو من بده. کجا هستی تو؟ یه دقیقه صبر کن. الو، حاجی، سریع شماره منو ردیابی کنی تا تلفن قطع نشده. بجون، من همینطور دارم مشغولش میکنم. چی کار داری میکنی بچه؟ بده به من. بشین اینجا حسن. اگه یه دفعه دیگه دست به چیزی بزنی یا سر و صدا کنی گردنتو کورت میکنم. فهمیدی چی گفتم؟ ساکت آروم باش. ساکت حسن. پیداش کردم. در بدنه یک کانتینر 1000 کیلو مواد منفجره با قدرت تخریب زیاد به کار رفته. عالی. 4 تا چاشنی جداگانه با فاصله 1 دقیقه
در بین بدنه کار گذاشته شده. همه چاشنی ها نیم ساعت بعد از فشار دادن کلید اصلی پشت سر هم عمل میکنه. اگر اولی احیانا عمل نکرد بعدی، و به همین ترتیب بعدی. روی کامیون 4 بلنگو نصب شده که سرودهای انقلابی پخش میکنه. با این شعارا و این سرودها کسی به ما مشکوک نمیشه. و بعد داخل ماشینو پر از جعبه های کلوچه میکنیم. بعدش هم صلواتی تقسیم میشه. روز رژه از تهران خبرهای زیادی به گوش جهان میرسه. همه ی آقایون مهمون منن. مهمونی همراه با پاداش های دلاری. آهیه. حرکت. و حالا هدیه ناب میخوریم برای آینده بهتر. آینده‌ای که همه چیز متعلق به ماست. آینده‌ای پر از سعادت و خوشبختی. شماها مطمئن هستید خانواده هاتون از ماجرا بی اطلاعن؟ بله خانم. بله بله 100%. بله کاملا. خیر. یعنی چه؟ خانم کجا؟ یعنی چی؟ سیانور بدون طعم چند ثانیه دیگه عمل میکنه و همه تون برای همیشه لال میشین. من یه قرار مهم دارم، باید برم. چقدر طول میکشه؟ نمیدونم. شما مراقب اوضاع باش. تعقیبش کن فوری.
حالت خوبه؟ نه زیاد. ترسون دیمارو بابا. جهت روحیه عرض میکنم، کار تمومه، به زودی به محضر حورالعین میرسی. حالم هیچ خوب نیست. توکل تو فراموش نشه. یه تیر که بیشتر نخوردی. بذار ببینم، بذار ببینم. واه واه واه، چیزی نیست، زود خوب میشی. اما تره کادی، عوضش کار یاد گرفتی پسر. طوری نیست، عوضش میری استراحت اجباری، 5-6 تا گله که بخوری حسابی آب بندی میشی. نگران نباش، الان میام میبرنت. خداحافظ. سلام علیکم، خسته نباشی. ای خاله نخاله، خالم خاله های قدیم. بشین. خب شما بفرمید بیرون. لطفا چشمشون رو باز کنید. خب نفر هفتم کیه؟ هرچی میدونستم گفتم. سوالو جواب بده. نفر هفتم میشناسی یا نه؟ اصلا ندیدمش. من تخصصم الکترونیکه. من فقط بمبو ساختم، همینو بس. تو چی؟ موضوع اون کاملا محرمانه بود. حتی نسرینم اونو نمیشناخت. اون نسرینو میشناختشو یه طرفه میتونست درخواست اجرای قرار یا تماس کنه. اینا نمیدونن با کی طرفم. اگه سر عقل اومدم منو خبر کن. باشه. سید جان، رد پای نفر هفتم رو پیدا کردم. اسمش کامبیز تیراندازه، افسر آموزش رزمی گارد شاهنشاهی بوده. در ضمن نفر دوم مسابقات تیراندازی پیمان ناتو در سال 1365 شده. پدرش سفیر ایران در یکی از کشورهای اروپایی بوده و کامبیز هم در اونجا متولد شده. پیمان کجاست؟ سامری اعتراف کرد 9 ماه پیش توسط یکی از دوستانش آپارتمانی در شهرک آبادانا برای موساد خریده. آپارتمان رو شناسایی کنیم. دوست سامری رو شناسایی کردیم. اون کامبیز رو هنگام گرفتن کلید دیده بود و مشخصاتی که داد ما کامبیز رو شناسایی کردیم. الان آدرس آپارتمان تو دست منه. حالا میای پایین یا نه؟ استاد تئوری اطلاعات. سید جان، بهتر نبود نیروهای بیشتری وارد می شدن؟ اون اگه حس کنه ما دنبالشیم همه جا رو به هم می ریزه. تمام این اطراف از دور تحت پوشش می.
چی کار میخواد بکنه سید؟ اون داره با ما بازی میکنه. اینا برای گمراه کردن ماست. آخه منظورش چیه؟ فردا مراسم رژه در میدان آزادی برگزار میشه. وای خدای من، رئیس جمهور سخنرانی فردا. درسته. تمام دانشجویان دانشکده وزارت رو بسیج کنید تا شعاع 2 کیلومتری میدان روی تمام بام‌ها و آپارتمان‌ها و هر جایی که به میدان آزادی تسلط دارن مستقر بشن. با تشریفات ریاست جمهوری تماس بگیرید. جایگاه سخنرانی باید عوض بشه. این هم دایره‌ای به شعاع 2 کیلومتر از مقیاس 1:50 به مقیاس 1000 در میدان آزادی بنویس. بزرگراه محمد علی جنا، اکباتان، اپادانا، مهرآباد، آذربایجان، استاد معین، سعید. از کجا میخواد شلیک کنه؟ تو میتونی بری خونه استراحت کنی، فردا خیلی کار داریم. فردا میبینمت. خداحافظ. ایراد سخنرانی پشت تریبون قرار می‌گیرد.
عقب عقب بگر بگر